درود بر شما من سام ایران شهر هستم خب حتما در جریان هستید که داره به یک هفته میرسیم که ملت بزرگ و غیور ایران ایستادند در خیابان ها و به اصل نظام حمله کردند و تمام دنیا رو متعجب کردند از رفتارهاشون قیام ملت ایران الان تمام کشور رو برداشته در تمام کشور حتی جزیره های ایرانی و الان مردم ایران با قدرت در حال پیشروی هستند و من میخوام اینجا به این بپردازم که الان وقت پیشرویه الان وظیفه ما فقط را نگه داشتن نیست باید پیشروی بکنیم اگر این اتفاق نیفته ناچار به عقب نشینی میشیم ببین ملت ایران به وضوع تصمیم به گذار از جمهوری اسلامی رو گرفتن تفاوتی که این قیام شهریور داره با تمام قیام های قبل از اون اینه که نه به وضعیت اقتصادی مربوطه نه به آب و برق و مربوطه نه به قیمت بنزین و گازوئیل و مربوطه نه به کمبود حقوق کارگری و بیکاری و اینجور مربوطه فقط به این مربوطه که ملت ایران تصمیمشون رو گرفتن و تصمیم قطعیشون عبور از رژیم اسلامیه و میگن این رژیم رو نمیخوان این قیام فوق العاده شاخصه نه فقط در تاریخچه رژیم اسلامی بلکه در تمام دنیا من همواره گفتم نه تنها به ایرانی بودنم افتخار میکنم بلکه به هم میهنانم افتخار میکنم چرا اینطوری بوده؟ به خاطر که همواره ملت ایران از 88 به بعد دنیا رو متعجب کردن. همیشه کارهایی کردن که دنیا تعجب کرده. حتی برخی از کارهای اونها باعث به انقلابهایی در کشور دیگه شده. با این تفاوتی که ما الان دنبال انقلاب نیستیم. دنبال تغییر گسترده هستیم ولی این به معنای سیاسیش انقلاب نیست. برخی ها استفاده میکنن الان از واژه انقلاب اما این انقلاب نیست. انقلاب این چیزی بود که در 57 اتفاق افتاد. ما برعکس ما میخوایم یه قدم عقب بذاریم خودمون رو به عنوان ایرانی پیدا بکنیم روی ایرانی بودن بسازیم انقلاب اینه که بیایم ما همه چیز رو نابود بکنیم مثلا در کنار تمام این آین خارجی اسلامی نوروز هم کنار بذاریم نه اینطوری نیست ما یه قدم عقب میذاریم به ایرانیت از اونجا شروع میکنیم و اینو بدونید قطعا بهترین پاسخ رو خواهد داد بنابراین مردم ایران همواره میان دنیا رو متعجب میکنن الان تنها کشوری در تمام دنیا که کشوری که اسلامی بوده و جریان اسلامی درش روان بوده ملت ایران در تمام کشور ریختن خیابون با قدرت ایستادن هر نوع سرکوبی رو پاسخ میدن و یک صدا میگن ما رژیم اسلامی نمیخوایم در تمام دنیا چنین چیزی شما نمیبینید که کشور اسلامی چنین اتفاق بیفته برعکس تمام کشورهای اسلامی انقلاب اسلامی میکنن مثلا ما افغانستان دیدیم امسال گذشته یا پاکستان شما نمیکنین هر دقیقه با یه بهانه‌ای گران میدونیزن تو خیابون یه نمیدونم یه بانکی یا یه مارکی یا یه فروشگاه آتیش میزنن یا یه جایی یه نفر رو سنگسار میکنن به خاطر ضد اسلامی بودنش ایران شاخص ترین جامعه در تمام دنیاست در این مورد و خصوص حتی در کشورهای دیگه مثلا در انگلستان در بیرمنگام یا اون دور و برا میگن آقا اینجا چون همه مسلمونن ما باید قانون شریعت داشته باشیم در بعضی نقاط در آمریکا الان بعضی شهرها همه مسلمانن و میگن آقا ما باید اینجا قانون شریعت داشته باشیم چون اینجا اسلامیه برعکسش ایران نگاه بکن انقلاب اسلامی چی همه اینا مردم میگن آقا ما نمیخوایم حکومت اسلامی ما این ارزش های اسلامی رو نمیخوایم ما آزادی کامل زن میخوایم برابری میخوایم ما میخوایم این قوانین عقب مانده بره و ما میخوایم متمدن بشیم می این تمام دنیا رو به تهیج واداشته الان هم تو که میدونید بعد از رفت و برگشتی که ایلان ماخ داشتش با خزانداری داری آمریکا برای اجازه برای اینترنت ماهواره و غیره الان این رفتار و ایستادگی مردم و این شجاعت و شهامت و غیرتی که از خودشون نشون دادن آمریکایی‌ها ها رو به قدری شوکه کرده که روز گذشته نمایندگان از هر دو حزب کنگره آمریکا نامه نوشتن به خزانه داری آمریکا گفتن فورا هر دستوری که لازمه برای برقراری اینترنت مردم ایران فراهم کنید البته این تصمیمات فقط به خاطر مردم ایران و اینا نیست دلایل دیگه هم داریم مثلا یکیش که وقتی میبینن یه جامعه اینطوری که اینجوری سرکوب شده این چنین خاص داره قیام میکنه و این قیام اونها بخشیش برمیگرد به همین ارزش های متمدن که غرب شروع کرده در انسانیت یعنی برابری زن و همه این صحبت ها کمک به این جنبش و پیروزی این مردم کمک به اندیش های خودشون هم هست بنابراین همونطور که میبینید اگر ما این راه رو ادامه بدیم منافع شخصی هم برشون داره کمک به مردم ایران با این تفاصیر که ما کلا به خاطر منافع خودمون این کارو میکنیم اصلا کاری به دنیا نداریم مردم ایران واقعا هیچ مهم نیست براشون چی کار میکنه دنیا اما اگر کسی بخواد کمک بکنه به هر حال یادشون نمیره مطمئنم یادشون نمیره اما دلیل دوم که ممکن غربی ها واقعا کمک بکنن به مردم ایران اینه که الان این اتفاق نشون داد که رژیم ایران رفتنیه الان خیلی دنیا اینو متوجه شدن کسایی که متوجه شدن مثلا یکیش ولادیمیر پوتینه یکی دیگه چینه اینا هم متوجه شدن الان علی خامنی و کل رژیمش تبدیل شده از چیزی که قرار بود باشه یک همپیمان و یک مثلا حیات خلوت تبدیل شده دوباره به یک کارت بازی یعنی چی یعنی فروشی شده و فروشی خواهد شد به زودی روسیه هم برای صلح و خیلی مسائل که نیاز خواهد داشت رژیم رو خواهد فروخت و این قضیه که ما مثلا در ایران میتونیم همکاری های بلند مدت 25 سال این خیالاته رژیم تا اون زمان دوام نخواهد بود رژیم نخواهد بود یک دو سال آینده خواهد رفت به کلی همه چیز تغییر میکنه و در جهت مخالف چیزی که بود رژیم تغییر خواهد کرد بنابراین اینا از این جهت نگاه میکنن از طرف دیگه به نظر من اگر ما اینطوری ادامه بدیم آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد که کمک کنن به ملت برای موفقیت و موفقیت اونها یک رژیم دموکراتیک با حقوق انسانی مساوی اگر باشه به خوبی اثار را کشیده از زیر دست روسیه چون اینا میدونن رژیم بعدی میاد حساب کتاب بکنه که آقا شما چقدر از دریای خزر دادید چرا دادید ما واقعیتش با روسیه مشکل خواهیم داشت قطعا مشکل خواهیم داشت به خاطر اینکه آب و خاک ایران که از دریای مازندران داده شده مردم هرگز به این رضایت نمیدادن هیچ عقل سلیمی تصمیم نمیگیره 50 درصد بده 8 درصد بگیره برای چی چرا باید این کار اتفاق بیفته ما این رو قبول نخواهیم کرد بنابراین همطور که میبینید کارها داره به سمتی میره ملت ایران قدم در سمتی برمیدارن که بسیاری در دنیا از اون حمایت خواهند کرد اما ملت ایران براشون مهم نیست این چیزا مردم ایران تصمیمی گرفتند و این تصمیم و هدف اونها باعث میشه که اگر تمام دنیا هم با اونها مخالف باشه اونها راهشون رو گم نکنن چی این تصمیمات جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم هدف اصل نظامه هدف اصلی رفتن کل نظامه و مردم اینو میدونن گم هم نمیشن از راهشون الان ما در مرحله ای هستیم که مردم باید پیشروی بکنن چطور ببینید الان مثلا رژیم داره شروع میکنه خوشو جمع و جور کردن در نماز جمعه و جای دیگه مثلا میخوان اجتماعات داشته باشن اما مردم باید جاهای دیگر رو به کلی پر بکنن و کارهایی بکنن که پشتیبانی ایجاد میکنه مثلا چی کور کردن چشم سرکوبگران چیه چشم سرکوبگران تمام دوربین های نظارتی در شهرها کلا باید نابود بشه مردم باید زمان بذارن تمام سخت افزارهای اینها رو نابود بکنن از دور با هر وسیله که میتونن بزنن و خراب بکنن دوربین رو بشکنن البته انانمس بزرگترین گروه هکری اینترنت به داد مردم ایران رسیده بسیار از دوربین ها رو نرم افزاری از کار انداخته اما درستش اینه که مردم خودشون دست به کار بشن یک سری پشتوانه ها باید بسازن برای این تظاهرات و ادامه راه مثلا ابزارهای سرکوب رو ازشون بگیرید الان معلوم شد که رژیم فقط از آمبولانس ها برای انتقال دستگیر شدگان و سرکوب مردم استفاده میکنه تمام آمبولانس ها رو ساقط بکنید شاید الان سری بگن که آقا پس ت... بخش خدمات چی ببینید الان بخش خدمات در این کشور دیگه وجود نداره الان کشور باید تعطیل بشه در آبان و دیما هر کس رو به بیمارستان انتقال دادن ماموران امنیتی میرفتن جون میکشتن مردم رو تو بیمارستان چندین شهادت داده شد در این اون دادگاه آبان بنابراین مردم همونطور که الان هم پرستاران و پزشکان دارن ساچمه که به مردم شلیک شده داره دونه دونه از تن مردم میکشن بیرون و مداواشو میکنن در خونه ها تا جایی که میشه باید به این پرداخت قید بیمارستان رو تا اونجا که میتونید بزنید یا بیماران رو خودتون به بیمارستان برسونید بنابراین وسایل سرکوب رو ازشون بگیرید اگر مطمئنید آمبولانسی داره مردم بیگناه رو دستگیر میکنه و با انتقال میدن آمبولانس رو ساقط بکنید با وسایل آتش رو بزنید و از کار بندازیدش و کسایی که فرار میکنن رو هم خدمتشون برسید نذارید رژیم دستگاه سرکوبش رو تقویت بکنه ابزارهای سرکوب رو بگیرید و چشمش رو کور بکنید در خیابانها تمام دیدی که اینها در مورد اعتراضات دارن از طریق این دوربین هاست دوربین ها رو همه رو نابود بکنید کورشون بکنید بعد میتونید کارها رو جلو ببرید در این مرحله اما مردم ایران اگر پیشروی انجام ندن فقط درجا زدن همونطور که در جاهای مختلفی از ایران شروع کردن، به نابود کردن مراکز اینها مثل مرکز بسیج و سپا شروع بکنید محله به محله مراکزشون رو نابود بکنید اجازه داشتن مکانی برای جمع شدن و تجدید قوا ندید بهشون تمام مراکزشون رو نابود بکنید اجازه ندید پایگاه داشته باشن پایگاهاشون رو نابود بکنید بسیج فردایی براندازی هیچ ای برای این کشور نداره اون ساختمون هم یا فروخته میشه یا اتفاق دیگه براش میفته بنابراین نگران هیچی نباشید هر کس هم که صحبت میکنه که آقا اموال عمومی رو دارید نابود میکنید بگید غلط کردی همین الان سیوم شهریور شبکه تلویزیونی حزب لبنان ایران 600 هزار تن سوخت به لبنان ارسال کند این سوخت همش مجانی داره میره چجوریه وقتی 600 هزار تن سوخت مجانی به لبنان میره این اموال عمومی به نمیره اما اگر ابزار سرکوب نابود بشه اموال عمومی به هدر رفته بزنید تو دهنشون هیچ توجهی به اینها نکنید ابزارهای سرکوب رو نابود بکنید اجازه ندید ادامه بدن این راه رو تمام دنیا چشم به ایران داره با قدرت ادامه میدیم